اتحادیه عرب اعلام کرد که به منظور تقویت مخالفان حکومت سوریه با آنان وارد مذاکره خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته اتحادیه اروپا 18 نفر دیگر از مقامهای حکومت بشار اسد را تحریم کرد و بدین ترتیب تعداد مقامهای سوریه تحریم شده توسط اروپا به 74 نفر افزایش یافت. در ارتباط با تحولات اخیر سوریه با علی مهتدی روزنامه نگار مصاحبه ای انجام داده ایم که می شنوید. آقای مهتدی، اتحادیه عرب قبل از اینکه اعلام کنه با مخالفین دولت سوریه مذاکره میکنه، عضویت سوریه در این اتحادیه رو لغو کرده بود. آیا همه اینا به اون معنیه که اتحادیه عرب مصمم به تلاش برای سرنگونی دولت بشار اسد شده؟ خب اتحادیه عرب پیش از این در بین جامعه بین‌المللی جریان و مؤسسه و گروهی بود که بیشترین همراهی رو با نظام بشار اسد کرد و به نوعی حتی از طرف غرب متهم میشد که به عنوان در واقع نماد جامعه کشورهای عربی همراهی نمیکنه با این فشار بین‌المللی. اما در نهایت وقتی که این احتکار عمل برای آرامش پرورای آرامش در سوریه رو اونها ارائه کردن و نظام بشار اسد علیرغم اینکه در به شکل علنی با اون موافقت کرد ولی در باطن برخلاف اون عمل کرد، این اتحادیه هم به بن‌بست رسید و تصمیم گرفت که اقدامات جدی‌تری رو علیه نظام بشار اسد انجام بده. وقتی که اونها به این مرحله می‌رسن که سوریه رو از اتحادیه عرب اخراج می‌کنن، در واقع قدم بزرگی به این سمت برداشتن که آخرین ضربه‌ها رو به نظام بشار اسد وارد بکنن و دعوت از گروه‌های اپوزیسیون برای دیدار با مسئولین اتحادیه عرب در قاهره هم مؤید این موضوع هست. که خب دیدیم که از طرف ترکیه هم مورد استقبال قرار گرفت و ترکیه بلافاصله بعد از اون شورای ملی سوریه را به رسمیت شناخت. به نظر شما آیا در صورت سرنگونی دولت بشار اسد امکان کمک رسانی تسلیحاتی ایران به حزب الله لبنان به کلی از بین میره؟ میشه گفت که تقریبا این خط ارتباطی به طور کامل مسدود خواهد شد، چرا که تنها راه ارتباطی لبنان با جهان خارج اون یا دریا هست و یا مرزهای سوریه، چرا که مرزهای جنوبی این کشور با اسرائیل بسته است و زیر نظر سازمان ملل هست. در جنگ سال 2006 بین اسرائیل و حزب الله لبنان، تحلیلگران و مسئولین اسرائیلی به این نتیجه رسیدند که اگر بخوان ارتباط تسلیحاتی حزب الله لبنان با ایران را قطع بکنن، باید راه سوریه بسته بشه. منتها در اون زمان راهکاری برای اجرای این موضوع پیدا نکردند و اکنون اینطور میشه گفت که اگر نظام بشار اسد سقوط بکنه، حزب الله لبنان راهی برای دریافت کمک‌های تسلیحاتی از ایران نداره و تنها راه پیش روش از راه دریا هست که مدتی هست که دارن این راه رو امتحان میکنن و از طریق دریا محموله‌های سلاح منتقل میشه که چند تا از اونها هم توسط گشتی‌های اسرائیلی کشف و ضبط شده. اما این راه علاوه بر این که مطمئن نیست، راهی هم نیست که بشه با اون در واقع سلاح رو مثل گذشته انتقال داد و خب این نگرانی جدی هم برای حزب الله لبنان وجود داره و هم برای ایران که در صورت به هم ریختن شرایط در سوریه که منجر به سقوط دولت اسد بشه، خب این راه هم طبیعتاً قطع خواهد شد و جایگزینی در شرایط کنونی برای اون پیدا نشده هنوز. به عنوان آخرین سوال، شما فکر میکنین اسرائیل ترجیح میده که بشار اسد برکنار بشه یا اینکه نگران وضعیت غیرقابل پیشبینی سوریه بعد از سقوط حکومت این کشوره؟ من فکر میکنم که دولت بشار اسد و همچنین پدرش حافظ اسد ظرف 40 سال گذشته به هر طریقی که بوده منافع اسرائیل رو تامین کردن و علی رغم تبلیغاتی که میشه، خب شاهد بودیم که در ظرف این سالها حتی یک گلوله از سرزمین‌های اشغالی سوریه که بلندی‌های جولان هست به طرف اسرائیل شلیک نشده. این کنترل شدیدی که روی مرزها بوده و آرامشی که در مرزهای سوریه و اسرائیل برقرار بوده همواره برای دولت اسرائیل خوشایند بوده و عدم همراهی جامعه بین‌المللی به اون شکلی که در لیبی شاهدش بودیم با انقلاب مردمی سوریه هم نشون میده که نگرانی اسرائیل برای غرب و آمریکا بسیار مهم هست و هنوز جایگزینی برای دولت بشار اسد پیدا نشده. اما بسیاری از تحلیلگران برای این باور هستند که آمریکا در صدد سازماندهی و نظم بخشیدن به اپوزیسیون سوریه هست تا اینکه اگر دولت اسد سقوط کرد، کشور سوریه دچار هرج و مرجی مثل اونچه که در عراق یا افغانستان شاهدش بودیم دچار نشه و مرزهای اسرائیل کماکان امن بمونه.
و خب به نظر میاد که تا الان قدم های بزرگی هم در این راستا برداشته شده، به این شکل که بارزترین نمونهش این هست که توافق پنهانی میان آمریکا و اخوان المسلمین صورت گرفته در سوریه، و خب این نشون میده که آمریکایی‌ها به شدت در صدد هستند که آرامش مرزهای اسرائیل رو کماکان مانند گذشته حفظ بکنند. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.